برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران طی اظهاراتی گفت از 6 میلیون هکتار وسعت جنگل‌های زاگرس حدود 1.5 میلیون هکتار از بین رفته است. وی در ادامه افزود جنگل‌های زاگرس در طول سال مرتباً طعمه حریق می‌شوند و موارد بسیاری از این آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی است و در بسیاری از موارد خود مردم هم آگاهانه این کار را می‌کنند و بخشی از آتش‌سوزی‌ها هم به دلیل گرمایش بیش از حد و تغییرات اقلیمی است. بسیاری از درختان بلوط آفت زده شدند و در حالی که باید 100 سال از عمر بلوط بگذرد تا اطلاق درخت بلوط بگیرد، چرا که این درخت دیر رشد است. کلنگ احداث بزرگترین مسجد هند در ایالت اتار پرادش به زمین زده شد. در این رویداد جمعی از رهبران مسلمانان اتار پرادش و ظفر فاروقی رئیس هیئت وقف اهل تسنن هند حضور داشتند. ساخت این مسجد پس از حکم دادگاه عالی با واگذاری زمین در اویودیا امکان پذیر شد. گفته می شود این مسجد به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله نامگذاری و تصویر مسجد رسما رونمایی شود. این مسجد با طراحی سنتی مساجد متفاوت خواهد بود.